با سلام و درود خدمت همه همراهان و مخاطبین همیشگی برنامه جذاب، علمی و چالشی، اولین برنامه تخصصی بدنسازی در ایران، برنامه استاد فیت. با شروع فصل چهارم و قسمت‌های جدید این برنامه در خدمت پیشکسوتان، اساتید، مربیان، قهرمانان در این رشته ورزشی جذاب و پرطرفدار هستیم و در این برنامه با حضور اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر دستوان، ریاست کمیته آموزش داوری فدراسیون بدنسازی، جناب آقای خرمی پور از قهرمانان و پیشکسوتان رشته بادی بیلدینگ، جناب آقای اسدی عزیز از قهرمانان و پیشکسوتان بادی بیلدینگ، جناب آقای دکتر فوزونخواه از قهرمانان و مربیان ارزنده کشورمون در رشته فیتنس و جناب آقای آیت باقری از قهرمانان برجسته بیلدینگ جهانی با دوستان عزیز هستیم. خب در ابتدا دوستان معرفی داشته باشن خودشونو با مخاطبین ما. بفرمایید آقای دکتر. خواهش می‌کنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان این برنامه. تبریک عرض می‌کنم هفته تربیت بدنی رو و هفته وحدت رو که در پیش رو داریم، در خدمت شما هستیم. معرفی رو بفرمایید. سلام خدمت تمام بینندگان عزیز، کیانوش خرم‌پور هستم، در خدمت شما هستم. سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما و همکاران عزیزتون و بینندگان محترم پیج استاد فیت. منصور یا مهدی اسدی هستم، در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم. پژمان فوزونخواه هستم. امیدوارم که این برنامه یه برنامه چالشی و خوب باشه و در انتها هم انشاءالله یک نتیجه گیری خوبی از این برنامه داشته باشیم. آقای عزیز بفرمایید. به نام خدا، آیت نجد باقری هستم. قسمت چهارم برنامه استاد فیت در خدمت شما بینندگان هستیم. انشاءالله که مثل همیشه یه برنامه قشنگ و مورد توجه شما باشه، در خدمت شما هستیم. متشکرم دوستان عزیز. خب قسمت اول برنامه با سال چالشی که این روزها و در ماه اخیر در بین دوستان در فدراسیون بدنسازی دست به دست شده و خیلی اعتراضات زیادی رو ما داشتیم و ما دعوت کردیم از دو تا از دوستان عزیز از فدراسیون بدنسازی در جلسه ما حضور پیدا کردن تا به این ابهامات پاسخ داده بشه که مطرح میکردن به هیچ عنوان چرا نمیان پاسخگویی انجام بدن. میریم سراغ مسابقات بدنسازی در ماه اخیر که در ارتباط با مسابقات انتخابی و تیم ملی و کشوری بود و اعتراضات زیادی رو نسبت به چند سال گذشته ما داشتیم. این حجم اعتراض خیلی مشکل ایجاد کرد. من سوال اولمو از آقای دکتر دستبان از اساتید، داوران، قهرمانان و پیشکسوتان این رشته ورزشی که در دوره قبلم در کمیته آموزش داوری فدراسیون بدنسازی و در این دوره هم ریاست کمیته آموزش داوری فدراسیون بدنسازی رو بر عهده داشتم میپرسم. آقای دکتر دستوان عزیز، این همه اعتراض، یک وزن، دو وزن، یک رشته، دو رشته، این همه چالش، خب ما شما رو در سالهای اخیر مسابقات هومه، استان تهران داریم مرتب دیدیم و داریم میبینیم و من خودم در مسابقاتی که وجود داشت و دیدم خیلی اعتراضات کمی بود. مسابقات زنجان، مسابقات تبریز، مسابقات کیش، مسابقات بابل و خب بگیم دو تا دسته. اینو ممنون میشم برای دوستان توضیح بدید. خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که تمامی در واقع دوستان و قهرمانانی که توی این مسابقات اگر شرف حضور داشتن کاملا میتونن در واقع تایید بکنن که هیچ مسابقه ای رو ما تا الان در واقع با این کمیت و این کیفیت ما واقعا نداشتیم که تقریبا 750 نفر جمعیت و تمامی از قهرمانان در واقع جهان و آسیا، تمام در واقع قهرمان‌های قدیمی و جدید در کنار هم قرار گرفتن و یه مسابقات واقعا فراتر از مسابقات در واقع جهانی بود. عرض به خدمتتون که خب به تبع تمامی قهرمانا وقتی که میان در کنار هم قرار می‌گیرن، به تبع خب همه دوست دارن چیه در واقع قهرمان باشن و به تبع این اعتراضات هم در واقع میتونه در واقع شکل بگیره و طبیعی باشه. و عرض به خدمتتون که و یه بحث در واقع دیگه هم که بود، معمولا توی مسابقات انتخابی تیم ملی فیلتر میشن ورزشکارا، یعنی توی استانهاشون در واقع مسابقاتی برگزار میشه
و در واقع اون در واقع ورزشکارهای برتر برای مسابقات انتخابی تیم ملی در واقع تشریف میارن، ولی چون به خاطر در واقع بحث کرونا این فیلتراسیون در واقع وجود نداشت، حجمه خیلی خیلی بالایی از ورزشکاران در واقع تشریف آوردن توی مسابقات و همونطور که در واقع خدمتتون عرض کردم، مسابقات از نظر سطح در واقع کمی و کیفی بسیار بالا بود و در هر صورت این اعتراضات یک سری در واقع منطقی و یک سری مثلا واقعا غیر منطقی بود اعتراضات. و عرض به خدمتتون که اون نتیجه کار خیلی در واقع برای ما مهم و حائز اهمیت بود، چون اعضای کمیته فنی که تو در واقع ردیف پشتی داور بودن و اعضای کمیته فنی معمولا از نخبگان کشور یعنی از برجسته‌ترین ورزشکارا انتخاب میشن، دقیقاً همون نفراتی رو که در واقع داور رو انتخاب کردن در واقع کمیته فنی هم چیه همون نفرات رو در واقع انتخاب کردن، یعنی در مجموع تو رأی در واقع بحث داوری در کل توش میشه گفتش که اشکالی وجود نداشت. شاید تو بحث در واقع اجرا و نحوه در واقع اجرا شاید ما مثلا دوچار در واقع چالش بودیم که در واقع با اون جلسات در واقع تخصصی که ما در واقع با هم تو بحث کمیسیون داوران گذاشتیم و مسابقات بعدی قطع یقین این خیلی خیلی در واقع کمرنگ تر خواهد میشه. آی دکتر، من سوالاتی که اینجا میپرسم سوالات بسیاری از مخاطبین ماست و قهرمانانمون که همشون جنگ ستارگان بود ما در این دوره دیدیم و از ما پرسیدند. خب شما داوری دورای قبلی هم بودید، چیدمان بودید، حالا بخشای مختلف و این دوره ما دیدیم. چرا تغییری که حالا در کمیته داوران اتفاق افتاد؟ آقای جبلی رفتن کنار. این همه داور پیشکسوت، این همه مدعی، این همه قهرمان‌های واقعی، انتخاب آقای بوجاریان بر چه اساس بود؟ من خودم آقای بوجاریان رو در 6 سال 7 سال گذشته هیچ جا برای داوری ندیدم. خب میخوام ببینم اگر یک شخصی داره جابجا میشه و یه سطح لبل بالاتر یا همون سطح بیاد، این نباید آقای دکتر دستبان، نباید داوران نامی ما سوال میشد آقا نظرتون چیه؟ آیا شخصی دیگه میتون؟ نباید رأی گیری میشد؟ حالا آقای جبلی عزیز، امیت کمیته جهانی، داوران داخل سالهای متعدد و مدیریت قوی داشتند. خب آیا یه حذف یک نفر این همه بی برنامگی یه مقدار جور در نمیاد؟ من منظور داره آقای بوجاریان عزیز، بفرمایید. متشکرم. خواهش می‌کنم. عرض به خدمتتون که ببینید با تمام در واقع احترامی که ما برای در واقع کمیته قبلی در واقع قائل هستیم و آقای جبلی در واقع استاد تمام ماست، ولی خب همونطوری که در واقع شما در واقع می‌دونید قبلا فقط یک کمیته بود. این کمیته کمیته‌ای بود که در واقع فقط رشته در واقع مثلا بدن پرورش اندام رو داشت با کلاسیک و در اصطلاح فیزیک کلاسیک و فیزیک و در واقع ماسکولار. توی فدراسیون‌های چند رشته‌ای عرض به خدمتتون که طبق قوانین بایستی اصطلاحاً چی کمیسیون باید تشکیل بشه. کمیسیون عرض به خدمتتون که کار راهبردی انجام میده و این کمیسیون تمام رشته‌های زیر مجموعه در واقع پرورش اندام تحت نظر داره. و به اضافه اینکه این سوالو حالا بنده از شما اینو میپرسم، آیا استاد جبلی توی ابتدای ورودشون تقریبا 10-12 سال قبل هم در واقع اینقدر موفق بودند؟ ایشون خب رفته رفته در واقع این موفقیت رو کسب کردن و واقعا یه داور واقعا بی نظیر و به نظر من بایست در استرا فرصت من پاسخ شما رو بدم. من بله. ببینید، بله، 12 سال گذشته چه افرادی شرکت میکردن و چه بدنهایی، الان چه افرادی شرکت میکنن و کیفیت ها چقدر رفته بالاتر. ما نمیتونیم تکنولوژی گذشته یا داوری گذشته رو با الان مقایسه کنیم. الان ما با این کیفیت یکی رو باید بذاریم که حداقل در همون سطح باشه، نه لولی که اصلا نمیدونیم. مگه ما داور کم داریم؟ مگه داور بین‌المللی کم داریم؟ حالا نمیگیم آقای جبلی تنها، هیچ، این همه داور دیگه. این سوالی که چند روز گذشته پرسیده شده، من دارم شما میپرسم، وقت دوستانم گرفته میشه، یعنی نباید داور دیگه استفاده میشد؟ حالا آقای خسرو محمدی نایب رئیس کمیسیون داوریشون استفاده داد، خود شما، سوال دوستانی که دوستان آقای مظفری، آقای کامرانی، میدونم خیلی آقای شعاری، خیلی داور ما زیاد داریم در این حوزه. بعد این تقسیم بندی که اتفاق افتاد، کمیته بیلدینگ رئیس، نایب رئیس، دبیر آموزش، کمیته فیزیک رئیس، نایب رئیس، این همه خود میشه یه رئیس کمیته داوران، یه رئیس کمیته آموزش، این همه خوک، این همه همشن پاسخ. خیلی
عرض به خدمتتون که ببینید کمیسیون همونطور که خدمت رو عرض کردم بحث راهبردی رو در واقع پیگیری میکنه، کمیته ها در واقع بحث اجرا رو در واقع پیگیری میکنن. الان در واقع با این بخشنامه‌ای که در واقع وزارت در واقع ورزش جوانان در ابلاغ کردن، این کمیته ها تقریبا هیچ چیز کنسل میشن، یعنی فقط همون در واقع کمیسیون باقی میمونه. ببینید آقای دکتر عزیز، تو بحث مدیریت های راه بردی حتما نباید اون شخص اصطلاحا یه شخصی باشه که اصطلاحا مثلا قهرمان باشه یا اینکه به قولی یه شخص باشه که کاملا بشناسن شما. یه مثالی من براتون میزنم، البته من قصدم اصلا دفاع کردن نیست، ما میخواییم در واقع چی منطقی میخواییم صحبت کنیم. ببینید مثلا ما توی فوتبال مثلا بهترین مربی فوتبال چه کسیه؟ کسی بگید الان شما بگید بهترین مربی فوتبال از نظر شما چه کسی بوده تو این سالهای در واقع اخیر؟ آقای الکس فرگوسن ایشون اصلا باش در واقع چی به تو هم میخواد بوده. پس تو بحث مدیریت نمیشه در واقع مطرح کرد که حتما باید یه مثلا یه قهرمان باید تو بحث کمیسیون مثلا باید یه شخصی بوده که حتما بایستی شناخته شده باشه. و به اضافه اینکه خب ببینید نظر خود در واقع ریاست محترم فدراسیون بوده که ایشون باشن، و ببینید الان همونطوری که در واقع ما اعتراض کردیم ظاهرا میخوان توی در واقع چند روز آینده یا توی مثلا ماهای آینده میخوان یه مجمع رو در واقع تشکیل بدن برای بحث انتخابات. و اینه که ما اگر بحث انتقادات سازنده باشه قطع یقین خیلی خیلی عالیه، ولی اگر این انتقاد بخواد در واقع تو هم با در واقع غرض باشه، ببینید شما کسی که در واقع مغرضانه بخواد حرف بزنه قطع یقین شما اگر مثلا بهترین آدم شما بیرون بذارید، ایشون در هر صورت در واقع کار و نظرش در واقع مخالفت کردنه. اونا در هر صورت من در واقع میگم ای کاش که شما آقای بوجاریان رو هم در واقع اول بیشتری تو برنامه، ایشون هم بالاخره خب میتونست یه قسمت یا این سوالات شما رو در واقع چیه پاسخ بده. حالا متشکرم از شما. من در خدمت شما هستم. شما عزیز. خواهش شما. شما از بالاتر این کسات رو بزرگ و اساتید هستید. در به فرمایشات ایشون شما تو که فرمودید مثلا الکس فرگوسن، من اقامه فرمایش شما عرض می‌کنم. الکس فرگوسن مثلا بهترین مربی بود که پشت آبالو تو نخورده، این جز نوادر مثل هنی رام بودن. هنی رام بهترین مربی حال حاضر دنیاش رو ثابت کرده. با استفتخار ما ایرانی هم هست. جز اسکت مربیه و نه از ما ایرانی هم چون حاجی شوپان رو میشیم لیاد کرده. حق همه مثل دین حق حاجی مثلا به راحتی اولی بود سبونه بشتر. پس ما میگیم من هنی رام بود، ولی همه که هنی رام بود نمیشن، همه خوزه مورینیو نمیشن که دستیار بابی لاسو بوده تو بارسلونا، دستیار هم مترجم بوده. خوزه مورینیو هم جزء بهترین ست مربی برتر حال حاضر فوتبال دنیا است، ولی مترجم بابی لاسو تو بارسلونا اینقدر این آدم استعداد داشته، اینقدر مستعد بوده، باهوش بوده، کارو به نحو احسن یاد گرفته، به قول قدیمی کارو قاپیده، شده بهترین مربی حال حاضر دنیا. همه نمیشن هنی رام بود، همه نمیشن خوزه مورینیو، همه نمیشن الکس فرگوسن. اینا نوابغن. آقای بوجاریان من باشه احترام میگم، فدراسیون باشون یه مافی سر نتیجه هم اعتراضشون فدراسیون آدم خیلی متشخص خیلی فرهیخته، ولی دلیل نمیشه مثلا هر کسی که آدم خیلی متشخص آدم خیلی دست حد تحصیل کرده باشه از هر لحاظ اصلا قابل دفاع باشه. رزومه کاریش باید اون رزومه قهرمانیش اون رشته ورزشی داشته باشه. آقای بوجاریان من به شخص تو 20 سال اخیر من از 16 سالگی قهرمان تهران شدم، شاگرد آقای یزدان بودم، 60 کیلو الان شانس بدیم 90 کیلو 95 کیلو مسابقه میدم. و خیلی تو پیج گفتم 16 سال میگه آقا بس بذار کنار، من 41 سالمه 5 سال هم نیست که بذارم کنار. حالا بحث این باشه من ندیدم به شخص شما رو دیدم، من شما توی 10-15 سال اخیر دیدم، خیلی دوستان رو دیدم به روی فرمایشات دکتر که سالی فرمودن مثلا آقای اوجبیلی که جز اساتید آقای بلافه کنار رو باید یکی بزن در حد ایشون باشه. مثلا آقای استاد محمدی بهترین گزینه بود وقتی آقای استاد محمدی داریم که خودش قهرمان رو بدنسازی بودن، خودش جز اساتید کسی نیست که سه بدنسازی تدریس میکنن، شاید قهرمان کردن همه رژیم های یک استاد تمام و کمال بدنسازی رو استاد محمدی داراست. چرا ما از وجود ایشون بهره نبریم؟ چرا ایشون رو مایکس کنیم؟ شخصی که اصلا ما نمیشناسیم باشه جور آقای شخص آقای بوجاریان من ندارم اصلا آقای ایکس آقای ایگرگ
ما چرا باید کسی که کننده این کارا رو بذاریم پشت پرده، کسی دیگر رو بذاریم جلوی پرده؟ آقا از خود وجود آقای استاد محمدی استفاده میکنن فدراسیون، همه هم قبولشون دارن، واسه همه هم قابل احترامه، رزومه شون هم واسه همه مشخص و قابل دفاعه. بعد بحث داوری هم شما فهمشون متین بود، گفتی هر جا به جایی یه تلورانسی داره، بالاخره نوسانی داره تا دوباره کیفیت کار مثل کیفیت کار آخره اواخر فدراسیون آقای جبلی بشه که ریاست داوری داشتن. ولی این داوری که اومد اصلا در سطح این مسابقات داشت، مسابقاتی که توش به گفته خود شما بالای 20 تا 25 قهرمان جهان آسیا توش داشتیم. من خودم این شامل هفتمین استیج کشوری بود، اولین استیج کشوری بود که انقدر قشنگ سرمو بریدن بدون مدال اومدن پایین، به خاطر کج سلیقگی داوره، به خاطر اینکه کمیته فنی دقیقاً 5 نفره. هیچ جای دنیا اینطوری داوری نمی‌کنن. اولا داوری مشورتی تو ایران، من نگاه می‌کنم خب آقای دکتر نظرتون چیه، آقای فوزون خان، آقای باقری، آقای کیانوش، خب شما رو هفت دادین اول، همه هفت می‌دیم اول، این یعنی چی؟ یه بار آقای جبری چند سال پیش گفت اگه اینطوری باشه اصلا پارتیشن بزنیم بین داورام، چون داورام واقعا نمیتونن کار گذاشتن. آره داورام واقعا نمیتونن این فرهنگ جای نذ که آقا من نباید با آقای کیانوش، اگه یه روزی داوری بود من داور آقای دستمون پیش کسا داور من پیش ایشون نشستم، علو دست آقای دستمون نگاه نکنم، نظر خودمو بدم که اونی که بازرس ناظره بگه آقا شما سواد داوری داری، بینش داوری خوبه یا نه، یا فقط یه قهرمان خوبی بودی، یا مثلا دیگر قهرمان مثل آقا فوزون خان، مثل آقا باقری، مثلا یه روز ایشون داوری خوام میکنن، بعد بینش خودش به داوری آدم بسنجه، نه اینکه رو دست هم میگیره. الان داوری ما چند سال اینطوریه، کمیته فنی آقای دکتر 5 نفر کمیته فنی به فتوای خود بچه‌های فدراسیون من زنگ زدم دو هفته پیش، الان به بنده پیشنهاد دادن که برو ماسترشو مسابقه بده، عدلم در بیارن. چرا؟ چون سرم اوریدن حق هر هزینه‌اش هم فدراسیون بده، من نمیخوام مسابقه بدم، من حقم بود تو اردو جهانی باشم که سرم بریدن. آقای کیانوش تو به اضافه، حالا از خودم هم نگم خیلی وزانی طور شده، تو به اضافه فرقش با نفر اول آقای دستی خیلی پسر خوب و مؤدبی هم بودن، ولی فرقش به وضوح مشخص بود اصلا عیارشون، ایشون بدنشون در معیار فیزیک کلاسیک بود، ایشون یه بادی بیلدینگ 6 تن، ایشون کردن دوم کردن اول، خودش اصلا اردو نیامده چون روش نشده بیاد، ایشون هم انصراف داد، ایشون هم مثل ما قهرمانی جهان داشت، ولی با این حال واده واسه تیم ملی واسه پرچم کشورش تلاش کنه، زیر پرچم کشورش بره، مثل من 3 سال سال 87 92 96 آقای دکتر سالی تیم قهرمانی کشورش هم تیم ملی دعواشون ختم زدن به خاطر اینکه باج ندادم، ادوار گذشته سکه می‌خواستن، آقای اسمم میارم اخوشون دفاع کنه، آقای کامران علیشهری رئیس کمیته فنی بود، سالهای سال از مردم اخاذی کرد، همینجوری داره جوربی میگم خواهشان حذف نشه، سانسور نشه، چون همه میدونن قضیه رو، همه میدونن. الان هم آقای کامران علیشهری ساکا چجنگ رفته امریکا، ینگه لنگه دونی داره اشغالش میکنه، چرا؟ چون فقط اخاذی میکرد. علنی من در یوتیوب بودم، گفت خودش من گفت شما اشتباه میکنه، هر سال می جهانی شما این میثم کشوری میثم اسم فسادی رفته آلمان، الان نه رفته آلمان پرعمل پوراحمد میثم پوراحمد، شما همون باسی دوست اشتباه میکنید، هر سال میای انتخاب تیم ملی کشوری قهرمان میشه، ولی من میگم کی اعزام باید بشه، یعنی چی؟ یعنی شما باید دم منو ببینی من بگم اشتباه میکنید. کلامتون آقای از صبح راجع به آقای کامران علیشهری زیاد صحبت شد، ما آقای کامران علیشهری دعوت میکنی حالا به صورت زنده یا در برنامه ما حضور پیدا کنم به این پرسش، بله. پاسخ بدن، چون در لایوی که فکر کنم 2 ماه گذشته داشتن اعلام کردن پاکترین کمیته فنی کمیته فنی من بوده، خب حالا کمیته فنی کامران علیشهری کدام کامران علیشهری؟ بعد این سری مسابقات اینکه آقای دستمون اصلا ما کاری به داوری نمیم، داوری شما تو 9 تا داوری که گزینش کردن چینن جلو 5 نفر اعضای کمیته فنی وقتی میشینن چه لزومی داره 5 نفر کمیته فنی نظرشون رو تحمیل کنن؟ این شماره وزن 85 کیلو این 3 نفر، وزن 90 کیلو این 3 نفر کیانشون ببخشید، و همه وزنا قشنگ شما الان گفتین سلیقه‌هاشون یکی بوده، سلیقه‌هاشون یکی نبوده، توانی یکی بوده، چون کمیته فنی دقیقاً امسال همین کارو کرد، دخالت کرد تو کار داوره، داوره ما هم چون این سری داوره تازه‌ای بودن، داوره بودن که همشون به ندرت مثلا استبرم من راجع به صحبت خواهم کرد. من یه سوال دارم بفرمایید، همین داوره تازه در خدمت کی داور شده بودن؟ در خدمت خیلیشون پیش آقای جبلی، همشون فدراسیون در این انتخاب جدید که به کسی داوری نداده بود، داد آقای دستم مگه آقای رافائل اومد اونجا با اون دستیارش پاول. آقای پاول چند تا داور جهانی کردن، مگه یه روزه آدم داور جهانی میشه؟ شما در استان گیلان برو نگاه کن چند نفر داوری گرفتن، در خدمت ریاست آقای جبلی بوده، خود داوری جدید استفاده کردن. پاک میکنی. من اون مسابقات رو دیدم، اگر 10 تا داور از خارج میومدن داوری میکردن، خیلی هایی که الان فینال هم اومدن به فینال هم را نمیومدن، به خاطر اسمشون اومدن فینال.
من یه چیزی دست بگیرم. یه چیز واقعیت رو نمیخوام قبول کنی. اون آقا شاید اشراف کامل نداشته باشه. خب ولی من مسابقه دادم اشراف کامل هم داره. شما میگی داوری. بله. من نمیگم داوری 100%. آقای اسد. من با هم رقابت کردیم. داوری ایراد داره. خب من حرف شما رو رد میدونم فداشم. 100% تایید میکنم. بله. ولی در این مسابقاتی که در کشوری برگزار شد در آزادی خب با... اگر 5 تا داور یا 10 تا داور ما چشم‌بسته از خارج می آوردیم که اسما رو نمیشناخت خیلی‌ها به فینال نمی اومدن. کاش که اونطوری میشد. کاش این که شما میگی میشد آیت که اسما رو استیج نمی اومدن. آدم‌های واقعی بدال میگرفتن. آقای دکتر شما اومدی بسم الله گفتی که یه نفر رو گذاشتین کنار یکی دیگر آوردین که این کاره نیست. من حرف شما رو تایید میکنم. ولی در قبال اون شخصی که زمانی که خودش بوده چقدر ما ضربه هم خوردیم. این همه مشکل داشتیم آقای آیت. این همه بله، مشکل نداشتیم. همه این داورا آقای میثم کشوری، محمد پاشایی، رضا کاکاوند، یه تیم از ایران با یه از آذربایجان میرفت شکر میکرد. برای چی باید میرفت از آذربایجان شکر میکرد؟ دیگه همین آقا در رأس بود. ما جرأت اینو نمیکردیم در یه جا لخ بشیم مسابقه بدیم. به خاطر چی؟ به خاطر که این آقا باید ایمیل میزد تایید میکرد. برید نگاه کنین آقای سیاوش فتایی قهرمان فیزیک چند روز تو هتل آواره بوده. جواب تلفن هم تو ایران نمیدادن همین آقای ایکس. بعد این جوون رفته اونجا آواره شده، هزینه کرده، گفتن باید ایمیل این آقا ایمیل بزنه. ما تو ایتالیا با آقای روح الله میرحسینی قهرمان در یزد آیفی پرو هم هست ایتالیا مسابقه دادیم سان مارینو، ما رو وزن نکشیدن، گفتن باید آقای جبلی اوکی بده. ما 3 ساعت اونجا تنمون لرزید چون میدونستیم اون آقا حال نکنه اوکی نمیده. حال نمیکرد با شما؟ 100% با ما، خیلی با ما حال نمیکرد. شما علت. من دوست داشتم آقای جبلی اینجا بود. شما من دوست داشتم آقای جبلی اینجا. آقای جبلی وقتی میرفتی پیشت سالها باش رفتی مسابقه دادی اینجوری میکرد. تو اسمت چی بود؟ شما نگاه کن تو اسمت چی بود؟ یعنی من حتی تصویر ذهنی هم از تو ندارم. خب آقای جبلی خودشون حضور ندارن، ما نمیتونیم. شما چرا از سوالی که تر کردی اول اومدی از آقای جبلی دفاع کنی؟ من خیلی دفاع نکردم. آقای جبلی دفاع نکردم. ببینید من دفاع نکردم. من دفاع نکردم. من دفاع نکردم. ضعف داوری فدراسیون جدید رو داریم میگیم. آقای جبلی هم فرمایش شما، پیرو فرمایش شما، فرمایش آقای دکتر باید ایشون حضور داشته باشه. منم منتقد فدراسیون آقای جبلی هم هستم. طبق فرمایشاتشون که شما میگی تیم از ایران رفت آذربایجان، چون آقای محمود ساولان مربی بود، بدنای خوبی، اسم نمیخوام، مثل رضا کاکاوند، مثل میثم کشوری دیدن خیلی خوبه، گفتن اینا مسابقه ندن. دو نفر دیگه از اینا تو همون تیم بودن، دیدن بدنشون ضعیف، اوتی هم گفتن شما مسابقه بدین، اونا هم مسابقه دادن اوت شدن. این سیاست فدراسیون قبلی بود که همه باید باج به آقای پورعلی فر میدادن. درست میگی شما آقای باقری. من دفاع نکردم، من گفتم زمان ایشون اعتراض کمتر بود. چرا یهو با یه تغییر این همه این اعتراض همه چرا کمتر پرسیدم. بود بذار من برات بگم برادر من، اون موقع ام پی سی نبود، با دوربین اون موقع ام پی سی نبود. ما هر جا میرفتیم بایستی آقای جبلی تایید میکرد. به والله تن ما میلرزید. یعنی در واقع اینجوری بهت بگم، خیلی عامیانه بگم، بایستی سرمون رو خم میکردیم، یه پس کردنی میزدیم، اون ایمیل نبود، یه پس کردنی بود که اوکی میشد ما مسابقه میدادیم. دقیقا همین موضوعی که شما میگی، من توی آذربایجان مسابقه دادم، یه ایمیل برای من نزدن. من زبون آذربایجانم خب حالیم نمیشد. اون سرپرست تیم اونجا که تیم داشتن برگشت با من ترکی صحبت کرد، من اصلا نمیفهمیدم، رژیم بودم، حتی اگه فارسی هم با هم صحبت میکرد نمیفهمیدم، چون موقعیت خوبی نداشتم، تو رژیم 100% بودم، آبگیری بود. بعد یکی از دوستامون که ایرانی بود اونجا گفت آقا شما باید نامه از فدراسیون بیاری. به هر کی زنگ زدیم جواب نداد. همین آقای امید جبلی برگشت به من گفت من شما رو هم زنگ بزنم به پورعلی فرد. گفتم آقا من اومدم مسابقه بدم، من شما رو هم یعنی چی؟ خب شما یه زنگ بزن هماهنگ کن برای من یه دونه ایمیل بدن، من الان چیکار کنم؟ آقا انقدر که کارم رو راه انداختن مجبور شدم که برای تیم اونا مسابقه بدم و زمانی هم که جایزمو بهم دادن جایزمو اونا بردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا من یه نامه نداشتم. گفتن جایز ترکی با من صحبت کرده بود، من متوجه نشده بودم. گفته بود به یه شرط میای مسابقه میدی که جایزتو بدی به ما. من اونجا اوورال شدم تو مسابقات جهانی توی آذربایجان،
زمانی که از سکو اومدم پایین دیدم یه دونه جعبه توش یه دونه شیکر و کراتین و یه سری مکمله، ولی هیچ جایزه نبود، نه چکی بود نه چیزی. اعتراض کردم که گفتم آقا شما قبول کردی که جایزه تو بدی به اینا. من نمیفهمیدم اون موقع، اصلا حالم خوب نبود، رژیم بودم، اصلا پیگیر نشدم. من خیلی ضربه بزرگی به من وارد شد سر اون مسابقه آذربایجان. واقعا ما از همینجا آقای دبلی عزیز دعوت میکنیم، البته ما دعوت کردیم در حال مسافرات کاری بودن که در برنامه ما حضور پیدا کنن به صورت جداگونه و به پرسش هایی که از ایشون شد قطعا پاسخ بدن و سوء اتفاقاتی سوء رفتارهایی که اتفاق افتاده بود در ارتباط با آقای باقری عزیز در سایر و ارتباط با سایر دوستان رو به صورت کاملا توضیح بدن و شفاف سازی انجام بشه، همونجوری از آقای دستوان دعوت کردیم در ارتباط با ابهامات این فدراسیون جناب آقای دکتر فوزونخواه عزیز در ارتباط ابهاماتی که وجود داشته پاسخ بدن. آقای جبلی عزیزم ممنون میشم در برنامه حضور پیدا کنن و پاسخ بدن. ما نیمه خوری لیوان رو نمیبینیم، نیمه پرو لیوان هم میبینیم. شما همین در مسابقات کیش آقای جبلی تو رس بوده، 7 تا داور تشخیص دادن که فلانی باید اوت بشه، ایشون گفت من تشخیص میدم که باید قهرمان بشه، یا 7 تا داور کورن یا من فقط خود رأی میدم یا بس بقیه چه کارن. شما چرا نیومدی اینا بگی؟ اون آقا ببخشید من میگم اون آقا استاد ما حضور ذهن نره چون مشغلش از زیاد داشته باشه، ولی من چون تو این بدنه دارم روش میکنم اینا یاد من نمیره. من دقیقا میدونم سال 87 که مسیر رشت مسابقات کشوری داشت برگزار میشد، آقای جبلی اومد اونجا رئیس کمیته داوران شد. چه جوری از مسیر رشت تا کی نشستن صحبت کردن رئیس شده. من که علکی صحبت نمی کنم و چه جوری این پله ها رو اومده بالا. نوش جونش زحمت کشیده تلاش کرده، ولی من میخوام اینو بگم اینکه ما بخوایم بیایم یکی رو که من اون آقا رو نمیشناسم بیایم دفاع کنیم این قبلی خوب بوده جدید بده، نه همه چیدمان داوری ضعیف بود در سطح این مسابقه نبود اصلا. این همه قهرمان اسمی و نامی داشت توی این مسابقات انتخابی، تا حالا توی این 10 سال اخیر آقای فوزونخواه هم توش میدونن خودشون دیگه، توی این یه دهه اخیر این همه قهرمان توی این مسابقه نبود. بفرمایید. من اولا 3 تا خواهش دارم ازتون. یکی اینکه نقد منصفانه بکنید، دوم اینکه از آوردن اسم افراد واقعا چون نیستن خودشون دفاع کنن به حرمت حالا پیشکسوتیشون و به حرمت پهلوانی خودتون، چون شما واقعا همتون هم قهرمانین هم پهلوان، علاوه بر اخلاقی هم واقعا من شما رو میشناسم بسیار جایگاه بالایی دارید. سوم اینکه پذیرش استدلال برتر، یعنی اگر امشب من فوزونخواه دلیل آوردم و دلیل قانع کننده ای بود شما راضی شو. دقیقاً حرف منطق. 12 سال فدراسیون ما به صورت چه میگم ایلی قبیله ای یا به صورت حالا نمیخوام اون مثال بعد انحصاری مدیریت شده. ببخشید یک فاضلابی بوده درش وا شده، امروز من از شما گلگی دارم، از این آقا دارم. تو مسابقه این گلگی های 10-12 ساله باعث شد که مسابقه به اینجا برسه، یعنی همه اینها یک بازخوردی از گذشته داشته، نه اینکه داوری مشکل داشته باشه فقط، نه اینکه مسابقه دهنده ها مشکل داشتن، تماشاچی ها مشکل داشتن، مربی ها مشکل داشتن. 12 سال همه سکوت کرده بودن، هیچ کسی چی نمیتونست بگه، اینجا باعث شد همه بیان عقده‌هاشون رو خالی کنن. این یه حقیقتیه، این آسیب شناسی شده است که دارم به شما میگم. من رشته مدیریت استراتژی که من اینا رو آسیب شناسی کردم، همه بچه‌ها تو دلشون از ایشون گله داشت، نمیتونست چیزی بگه تو این 12 سال. الان اومده با توجه به اینکه آقای نصیرزاده بستر رو باز کرده که همه میتونن انتقاد بکنن، خود پژمان فوزونخواه 10 سال خفه شده بوده برش. الان اومده داره از نصیرزاده انتقاد میکنه، از اون انتقاد میکنه، از این انتقاد میکنه. خب خوبه، این تهدید نیست، این فرصته. ما بیایم از این فرصت ها استفاده بکنیم. انتقاد سازنده باشه. بعد یه چیز دیگه، یه چیز گلگی من از شما حرفه‌ای ها، کجای دنیا شما جرأت دارید برید رو استیج بخواید توهین کنید یا بخواید از داور انتقاد کنید؟ به خدا هیچ جای دنیا اینجور چیزی اصلا وجود نداره. آقا انتقاد کردن هم یک مسیری داره، اعتراض کردن هم یک مسیری داره. آقا بیایم ما چرا باید قانون گریز باشیم وقتی من تماشاچی، من داور، من شرکت کننده، نه تنها در بدن سازی، در فوتبال داریم میبینیم طرف داور میزنه، در والیبال، در اصلا شدیم مسخره خاص عام همه دنیا. آقا شما به عنوان الگوهای ورزشی کشور بیاید اینو جا بندازید. آقا من اعتراض دارم، باش از مسیر خودش میرم، ولی خب ما وقتی میایم رو استیج بشه این مسیر رو واسه آفرین، خب باش این کارو بکنه، کی باید بکنه؟ داور باید بکنه، فدراسیون باید بکنه، قبل از مسابقات اعلام کنن خب شما فرهنگ سازی بشه. تا حالا نشده ما بیایم اب نداره. الان من اصلا مقام نیاوردم، اوت شدم،
به خدا من یه دستی داشتم نگاه میکردم، نفر ششم ناراحت شد رفت پایین، نفر پنجم اعتراض کرد، نفر چهارم، سوم، دوم، فقط نفر اول اعتراض نکرد. خب من موندم، خب آقا همه چجوری میشه؟ نفر اول اعتراض کرد، گفت چرا اوبرالی نداده؟ من اوبرال باشم. روسیا هم پایین اعتراض کردن. خب این الان داور باید چی کار کنه؟ آقا ما این فرهنگ سازی خودمون نکردیم، الان بیایم درستش کنیم. من از شما آقای اسدی انتظارم خیلی زیاد بود، ببخشید میگم، میخوام بد انتقاد بکنم برادرم، دوستت خواهشون. دارم میدونی که چقدر ارادت دارم. کیانوش رو من فکر میکردم دعوا کنه حقیقتش، ولی اصلا ببین آقا یه چیزی به شما بگم، باور کن من با توجه به دیگه، ولی خب خیشتنداری کرد. این قشنگ‌تر بود. فکر می‌کنم بایستی ما یه ذره فرهنگ‌سازی بکنیم، از خودمونم شروع کنیم. خیشتنداری آقای کیانوش یه رتبه حقش خوردن، بنده رو سه رتبه حقمو خوردن به فتوای عمومی. واقعا من ببین آقای حضور با فهمشون می‌تونین کارو بکنین با من، اجازه بدین. جهانی اینقدر پنل داوریش اشتباه نداره که پنل داوری ایران اشتباه داره، خطا داره. اینقدر پنل داوری جهانی پنل داو احسن، پنل داوری اینقدر گوش به فرمان نیست. بله کمیته فنی استم رو 5 نفر کمیته فنی، فلانی اول، فلانی سوم، فلانی دوم. رأی منو سه بار عوض کردن، من شدم دوم، شدم سوم، دوباره شدم چهارم. مسابقات برگاش هم هست. آفرین، اصلا حق با شماست، حق با شماست. من میگم حق با شماست. ما آرنولد کلاسیک 2013 حسن راهنمایی اول بود، دیسکانیفش کردن، اوتش کردن الکی به خاطر رنگ بدنش، گفتن آقا این رنگ فلان، برو پایین. برای اینکه اول اصلا همه جای دنیا این هست، اما روش اعتراض این نیست. من میگم ما اینو باب نکنیم در ورزش خودمون، که هر کی بلند شه اگه ششم شد بره. میدونی چون نگاه ورزشکارا به شما قهرمان حرفه‌ایه. آره الان دیگه واقعا هیچ داوری نمیاد، داور رفته داره داوری میکنه، داره توهین میشنوه. ببخشید همه حرفی به زده میشه. خب فردا اگه داورا اعتصاب کنن، اعتراض کنن، نیان، آیا میشه مسابقه برگزار شه؟ اگه فردا فدراسیون بگه آقا من دیگه مسابقه برگزار نمیکنم، حالا که همه اعتراض میکنن منم برگزار نمیکنم. حالا فوزو خب فرمای شما متینه برگزار نکنه بهتر از اینه. خب باشه، من میگم راهکار بدیم دیگه. الان ما میگیم آقا شما اعتراض داری، نفر ششم اعتراض داره، الان شما راهکار چیه؟ آید که مسابقه برون مرزی زیاد رفته، شما برون مرزی رفته سه بار تیبری سرمون رو برید ختم زدم چون سکه ندادم. به همین آقای میگه شما اس نبر، آقای کامل میکنم. نه آقای علی شاهی باید اسمش برده بشه. 20 سال به این مملکت خیانت کرده کامران علی شاهی، خائن تنی عضو کمیته فنی تاریخ بدنسازی کامران علی شاهی. یه کاری هم برای هیچ کار مثبتی نکرده کامران علی شاهی. پژمان خان من زودتر از شما تو بدنسازی اومدم، جسارت میگم، من از 17 سالگی قهرمان شدم تو این رشته به فتوای آقای یزدان راد که استاد من بزرگشم، بزرگم هم هست، من کوچیکشم. تمام اساتید خودم رو دستشون رو ماش میکنم، جلوشون هم خبر ده، ولی آقای کامران علی شاهی هیچ بزرگی تو این ورزش جز خیانت نکرده. بازم نگید به نظر من. من در پاسخ به سوال آقای دکتر بوزنخواهی عزیز، آقای بوزنخواهی من دو تا سوال از شما دارم. شما در بعد از مسابقات کشوری این سوالی خیلی دوستان از ما پرسیدن. بله. مصاحبه کردم. مصاحبه کردید، گفتید بله. کسایی اعتراض دارن نه. بله. درسته. بله. در فیتنس. چه روز فیتنس خودتون نبودید؟ من روز فیتنس نبودم. مسابقات فیتنس کشور. اصلا من اون پستی نداشتم. دور میگم من در مسابقات فیتنس پستی نداشتم که باشم. بعدم خب ما دو ماه قبل مسابقات آرنولد کلاسیک اصلا برنامه‌ریزی کرده بودیم برای مسابقات آرنولد کلاسیک، و منم بارها گفتم که آقا مسابقات فیتنس رو عقب بندازین. اون موقع هم رئیس کمیته داشت، اصلا دخالت کردن در کار دیگران اشتباه است. من به عنوان یه مسئول حالا مثلا نایب رئیس انجمنم باشم، من حق ندارم تو کار کمیته دخالت بکنم. اصلا مسئول برگزاری مسابقات کمیته برگزاری مسابقاته، اصلا من چرا باید برم برگزار بکنم؟ اینم خودش ببین، ما متاسفانه یاد گرفتیم تو کار همدیگه دخالت بکنیم. طرف رفته تو کار کمیته داوران داره دخالت میکنه، مسئول برگزاری مسابقه است. یکی دیگه داره فیلم برداری میکنه، از اونجا داره مثلا خط میده به داور. اون یکی داره نمیدونم مربی بلند میشه فشار میاره به داور. اون یکی من میخوام بگم که اگه حوزه کاری خودش رو تشخیص بده. دوست عزیزی داریم قهرمان پاور لیفتینگ، قهرمان قوی ترین مردان، الان داره داوری فیتنس چالش میکنه. اصلا من متعجبم. من به خودم اجازه نمیدم. من حتی به چیز به شما بگم، اگر شما همین الان در حوزه مدیریت حرف بزنید من به شما انتقاد میکنم. شما دکترای تغذیه داری، اگه من اومدم یه روزی یه برنامه غذایی یا درباره تغذیه حرف زدم، شما باید جلوی منو بگیرید. من باید تو فیلتر خود تو هیته خودم شما جمله گفتید افرادی که اعتراض کنن حق شرکت در فیتنس رو ندارن. اصلا شما به من الانم دارم میگم آقا در فیتنس باید این باب بشه، احترام گذاشتن به رأی داور. اصلا اون داور هر چقدر هم که مشکل داشته باشه، اون بحث کمیته انضباطی، کمیته نمیدونم داوران، ما باید تکلیف داور اونجا مشخص بکنیم. پیگیری نکرد، تماشاچی و شرکت کننده اگر به خودش این اجازه رو بده و این حق رو احساس بکنه که میتونه بره الان خودش شخصا تکلیف داور روشن کنه، فردا سنگ رو سنگ بند نمیشه. باور کن آقا این قانون باید باشه. اصلا یعنی چی ما از قانون فرار میکنیم؟
فراموشاتون خیلی منطقی و به جای من میگم آقا تو فیتنس حداقل این بستر رو درست کنین، من بیام داور خوب تربیت کنم، وظیفه‌مه دیگه داور خوب تربیت کنم، از اون برم به ورزشکارم اولا اخلاق یاد بدم، اصلا فرهنگ سازمانی ما در ورزش ببخشید پرورش اندام متاسفانه در قدیم ما احترام داشتیم به پیشکسوت به بزرگتر، امروز ورزشکار اومده در عرض یه سال دو سال داره قهرمان میشه و داره مستقیم به همه توهین میکنه، اصلا ورزشکاری که تازه اومده مسابقه حق نداره در مورد داور یا پیشکسوت حتی نظر بده، مگه شما تو کاراته اینجور چیزی دارین؟ نه. یکی بره تو باشگاه اولا چرا کسی که میره تو یه آدم مبتدی، حالا نمیخوام این حرفا رو بزنم، آدم مبتدی میره تو باشگاه خب اصلا همون جلسه اول حرفه‌ای میشه، داور هنوز نیومده میره داور جهانی میشه، حالا هزینه میکنه هر چیزی که میشه، مربی میره هنوز درجه 3 نگرفته بین‌المللی میشه، مثلا میخوام بگم اینا ایراده، منم قبول دارم به خاطر احکامی که فروخته شده. آقای دکتر من جمله رو بگم با این پاسخ همه دوستان رو میخوام بشنوم، مخصوصا شما که از قهرمانان هستید و الان کمیته فیتنس حالا سابقه زیاد داشتید، من به عنوان آقای باقری من به عنوان یک قهرمان به طور مثال دارم مثال میزنم، سالهای متعددی تمرین کردم، رژیم گرفتم، هزینه هم همه دوستان میدونن، با این شرایط الان 70 میلیون 80 میلیون 100 میلیون تومان زحمت کشیدم تو یک سال تونستم بالا، خیلی دوستان اومدن گفتن فروش خیلی از طلا فروش ماشین با این وضعیت خراب اوضاع اقتصادی اومدم در مسابقات شرکت کردم و دارم پنل داوری ضعیف رو میبینم، اصلا پنلی که در اون سطح نبود آقای دکتر دستبان، این پنل که شما میمون دفاع نکرده، این پنل در اون سطح قهرمانای ما نبود، در سطح ستارگان ما نبود. دقیقاً. حالا رفتم اونجا، خیلی دوستان میگه خارج کشور، آقا توانایی مسابقه خارج کشورم من ندارم، اومدم شرکت کردم، شما میگه اعتراض نکنه، اوکی چی کار کنه؟ به کمیته انضباطی، کمیته انضباطی هم که جوابگو نیست، کی زحمت تلاش منو و هزینه منو میخواد من بده؟ من یه مثال بزنم 48 هادی چوپان بعد چندم میشد؟ بعد اول میشد. بله. بعد اول میشد دیگه هادی چوپان وقتی بهش سومی دادن رفت خندید و خوشحال، آقا ما درگیر یک صنعت بزرگیم، صنعت ورزش، ورزش ما یک کمپانیه، IFBB، NPC، اینا کمپانی درآمدزان، اینا میان 4 تا قهرمان درست میکنن که مردم تشویقشن بیان مسابقه بدن، اصلا اینا دنبال نیستن که شما قهرمان شی شما نشی، اینا میگن آقا مردم بیان مسابقه بدن، بله. جوونا بیان مسابقه بدن، بیان درآمدزایی داشته باشه، این اقتصاد بچرخه، هادی چوپان چه اول چه دهم باید میخندید اونجا، یعنی این شو داره اجرا میشه، ما همه درگیر این صنعتیم، حالا میخوایم بیایم الان شما بگی آقا این آقا 80 میلیون اون آقا هم 100 میلیون هزینه کرد، چه فرقی میکنه؟ وقتی ما وارد این صنعت شدیم باید قبول کنیم که آقا یه چیزی بزرگتری وجود داره در سطح جهانی، اگر میخوایم حرفه‌ای بشیم باید وابسته به یک کمپانی باشیم، باید وابسته به یک برند باشیم، وگرنه هیچ وقت نمیتونیم بریم قهرمان مستر المپیا بشیم، اگر رفتیم تو اون صنعت تو اون برند میتونیم پیشرفت بکنیم، پس ورزشی که تهش اونه شما چه انتظاری دارید؟ اصلا برای چی دارید اینقدر دعوا میکنید سر اول دوم سومی؟ اومدیم رقابت بکنیم، این حرف آخریه که IFBB به شما میزنه، NPC به شما میزنه، میگه شما اومدید اینجا همه با هم باور کنید مثل کشتی کجه، یکی میخوره یکی الکی فیلم بازی میکنه خوش میزنه زمین، پس شما وقتی وارد این صنعت شدید نباید انتظار داشته باشید که آقا حق منو خوردن یا نخوردن، همه جای دنیا اینجوریه، داورا تو NPC میان حق شما رو به راحتی میخورن، تشخیص میدن آقای اون آقا باید قهرمان بشه، هادی باید سوم بشه، تشخیصه، حالا همه ما میگیم هادی اوله، مردم رأی میدن میگن هادی اوله، اون میگه نه سومه، کی میخواد اعتراض کنه؟ خب هادی مدالش از مردم گرفته، دقیقاً واسه منم همین مشکل میشه، شما هم قهرمان مردم آقا کیانوش هم همین مشکل میشه، آقای باقری عزیز مردم همه رأی ما رو دادن، آیا در مسابقات شما جهانی شرکت کردید و مقام متعددی گرفتید، آیا همچین جریانی اگه خارج کشور پیش بیاد شما چه جوری برخورد میکنید؟ من خودم از آقای پاول لقب اپست رو دریافت کردم، آقای جبری هم میدونه میستر اپست، مرد معترض، مرد ناراحت، و اینکه همیشه معترض بودم، گرفتش میگم، و طبیعتاً این بر میگرده، من لازم جامعه شناسی تو کسی هم قبول نداری اصولا؟ چرا دارم دوست داره اعتراض آید از من این جامعه من رو مثال میزنم، من لازم جامعه شناسی به این مسئله نگاه میکنم، جامعه ما فقط فرد برنده قابل ارزشه، یعنی شما با هر روشی ببری اولی قهرمانی از دید مردم، قابل ستایشی و اجازه حرف زدن داری، با هر روشی شما پولدار بشو، الان اون پول مهمه، اون روشی که حالا شما سر بریدی یا نمیدونم حلال بوده نمیدونم چی بوده، حالا هر چیزی که شما فکرشو میکنی، فقط اون کسی که برنده هست قابل ستایشه، این باعث میشه که شما کسی که دومم میشه واقعا قابل توجیه نیست براش،
یا باید اول بشه یا اوورال. چرا؟ دید عموم این فشار رو بهش وارد میکنه، وگرنه همون که آقای پژمان گفتن رقابت همینه، یکی باید اول بشه یکی دوم یکی آخه سوم. آید جان مسابقات کسی که مثل المپیاد دهم شده باور کن اندازه همون اولی تلاش کرده، همه ولی تلاش بعضی کرده. عوامل ها باعث میشه که اون دهم بشه، یکی هم پنجم بشه، یکی ششم. به زحمت هم پس آید جان، یه قهرمانی بیشتر زحمت کشیده، زحمت رو استیج میگیره. خودت ماشاءالله قهرمانی گرسنگی بیشتر کشیدی، تشنگی بیشتر کشیدی، مثلا تو همون آبگیری 48 تایم آبگیریمون، شاید من تو آبگیری تقلا کنم، شما آبگیری خیلی محکمتر از من باشی، شما باید موزه تلاشت بیشتر باشه، نمیشه بگی بعد آقای فوزون خان پیرو فرمایشون که میگن مثلا معترض نباشه، آره قشنگه اگه این بستر سازی بشه، فرهنگ سازی بشه قشنگه، ولی وقتی که شما خودت یه بدن ساز مسابقه بودی، آنات کلاسیک رفتی شما مسابقه داده، برو مرزی جاهای دیگه چند جا دیگه میدونم مسابقه داده، افتخار آفرینی کرده، داخل ایران هم مسابقه داده، ولی تو اون تایم مسابقه ورزشکاری که 48 ساعت آبش محدوده، همگی میدونن، دوستان اساتید میدونن 48 ساعت آبت محدوده، قندت 5 ماهانی بوده، کم بوده، بعد قطع شده، یه تایمی میخوای قندت رو باز کنی، سدیم پتاسیم تو بدنت خلا بوده، تازه میخوای ذره ذره همه رو باز کنی، چطوری میخوای تصمیم گیری کنی که وقتی حقی از شما خورده شما شده، وقتی حقی از شما خورد از من نوعی خورده شده نتونی اعتراض نکنی؟ شما یه نگیری، یه کوچ داری، یه همراه داری، درسته برادر؟ همه اینا رو داری. وقتی آقای کیانوش دوم شد، حالا یه اخلاق خوبی داشت، یه رفتار قشنگی داشت، اونجا اومد پایین، ولی مربی شبش رفت پست گذاشت، آقا کیانوش هم باهاش بود، تازه کیانوش از سکو اومده بود پایین، تازه حالش خوب شده بود، مربیش داشت نفر اولو به هر لغتی به کار می‌برد راجبش. من اون فیلمو دارم. خب ببین کی شنونده باید عاقل باشه، بله کی باید شما رو کوچ کنه، بله من همه حال شما رو درک میکنم، منم اینجوری بودم، من شاید اون لحظه خیلی کارای اتفاقا یکی از دلایلی که من روی سکو چیزی نگفتم فقط به خاطر صحبت‌های مربیم بود، چون که مربیم برگشت به من گفت کیانوش حتی اگر دهم هم شدی اگر یه کلمه روی سکو بی ادبی کنی یا چیزی بگی دیگه اسم من نیار. مربی من اون شب من حالم بد بود، اومد دنبال من، منو برد بیرون بهم پیتزا داد. چطور اجازه داد تقلب... که اون حرفا رو بزنه تو جلوی دوربین؟ خب اونم می‌خواست دلگرمی رو من بده. خب به هر حال من قابل توجیه نیست، چون آره. ایشون اونم از حق شاگردش خواسته دفاع کنه. حالا کلمات آره مهمه، ما اینجا خلای روانپزشک ورزشی رو، روانشناس ورزشی رو اینجا متوجه میشیم که همه جای دنیا بله. روانشناس چقدر از مسائل روانی با شرکت کننده ها ورزشکارا صحبت میکنه که اگر قهرمان هم نشودی عیب نداره، این مسئله شو مطرح میکنم و ما تو ایران اصلا توجه نداریم، یعنی اصلا با این آقا علاوه روی روانی فوزون خواهم معذرت بخوام، ما برای اولین بار تو این دوره از در واقع همون سایکولوژی یا همون روانشناسی ورزش مستقیم در واقع چیکار کردیم، استفاده کردیم. حالا شما آمار دارین، نظر بله سنجی بله کردین از ایشون ببین اصلا مشکلات ما چی از الان؟ بله بله ببین ما الان تقریبا یه چند سالی بود در واقع چی به صورت نامحسوس، ولی این دوره به صورت در واقع کاملا محسوس که اصلا ابلاغ هم براشون خورد. ما یه روانشناس ورزشی رو آوردیم برای در واقع مسابقات انتخابی تیم ملی، اتفاقا خدای نصیرزاده هم در واقع تو این در واقع زمینه خیلی در واقع داشتن نظر داشتن و یه واکاوی کردن، یه گزارش یه بازخوردن به ما دادن. خب یه سری عوامل بیرونی بود، یه سری عوامل در واقع چی عوامل در واقع چیز بود درونی بود و ما تو تمامی کلاس‌های در واقع داوریمون از در واقع درجه 2 به بعد این در واقع طرح درس روانشناسی رو برای داورامون قطعی کردیم. من یه سوال دارم از شما، ببخشید من داشت. دیدم آقای استاد اسدی بعد از اینکه مسابقه داد یه مصاحبه کرد، گفت که آقا امتیاز پا 50، امتیاز فلان 50، معلومه ایشون به داوری آشنایی داره، آیا بقیه شرکت کننده ها این براشون یک به عنوان یک واجب بهشون گفته شده که شما باید در کلاس داوری توجیهی حداقل شرکت کنید؟ چون من دیدم همین الان تو اسپانیا رفته بودیم، این بنده خدا بهش میگفتن آقا مثلا دابل بایسپ، یا نمیدونست من اصلا چی هست، یعنی وای میساد من باید براش فیگور میگرفتم، اون رو استیج فیگور میگرفت. قهرمان کشور داریم که الان متوجه نیست حتی فیگورا به زبان انگلیسی چطوریه، چه بسا اینکه بدونه چجوری رأی داده میشه. بله. اگر ورزشکاری در خصوص
چگونگی رأی دادن توجیه نباشه، مسائل داوری رو ندونه، همین اتفاقات میفته. اینا آسیب شناسی دیگه. من فکر کنم چند تا ورزشکار محدودن تو کشور ما که قوانین داوری رو میدونن. یعنی به قول شما اگه قرار آسیب شناسی کنیم بیایم جمع‌آوری بیم چیکار باید کنیم که این ورزشکار اعتراض نکنه، باید خودش داوری رو بلد باشه. داوری که داورم قاضیه دیگه، قاضی هم که خدای مطلق نیست. اصلا ورزش شما ورزش مقایسه، همه اشتباه میکنن، من قهرمان اشتباه میکنم، داور که نقش قاضی، داورم جایز الخطا است، اونم اشتباه میکنه. چون داورا یه سریشون هستن، نمیخوام اسم ببرم، یه سری هستن میگن فقط اینی که من دادم، مثل صحبتی که پیرامون صحبتی که آیت فرمودن گفتن، ایشون میگه هرچی من بگم همونه، نظر هفت داورم کاری ندارم، من میگم این آقا باید بیاد بالا دوباره. خب این یعنی خدایی کردن، میشه همون داستان فرعون مصر. جبلی به شما بدم، ببخشید اسمشو بردید، من خیلی برای ایشون احترام قائلم. اصلا من 2013 با هم اسپانیا بودیم، آقای جبلی از بیت المال برای ایشون هزینه شده و به عنوان یک کسی که اومده تجارب بین المللی کسب کرده باید در خدمت باید باشه. احسن. یعنی اگر ما امروز آقای جبلی گذاشتیم کنار، این یک اشتباه استراتژیکه. دقیقاً. خب ما یه آدمی رو 10 سال آوردیم تجربه کسب کرده، کرسی بین المللی گرفته، من موافقم آقای جبلی باید یک مقطعی بره، یه آدم جدیدتری بیاد ولی تجربه آدم استفاده بشه. آره. ولی آقای جبلی هم باید حفظ بشه. اما دقیقا. اما قبول کنید که بالاخره هر مدیریتی نیاز به افرادی داره که باهاش همفکر و همسو باشن. نمیشه که ما همش تقابل بکنیم با مدیریت آقا، بگیم آقا شما اومدی ولی من تو رو قبول ندارم ولی میخوام کار بکنم. خب اینا مشکلاتی که فردا اینا دیگه نمیشه جمعش کرد. اصلا طبق فرمایش شما جایگاهی که آقای جبلی تو کمیته داوری جهانی داشتن مثلا همه ما قول آفرین بود، مثلا چند تا از تجربه است، چند تا از بچه‌ها به حالا منفی شد، مثلا آقایت اشاره کرد بخش مثبتش هم چند تا از بچه‌ها مثلا به مسابقه نرسیدن یا اصلا به وزن‌کشی نرسیدن، آقای جبلی کاراشون اوکی کرد، ضمانت کرد به عنوان نایب رئیس داوری آی اف بی بی. این کاراش هم خیلی خوب بود آقای جبلی. من یه جمله بگم های کوتاه که من برمیگردم به شما، جدید مدیریت میدونید چیه؟ مدیریت یعنی استفاده درست از منابع انسانی و مالی و اطلاعاتی. مدیری قوی هست، مدیر شایسته است که از من فزونخواب بلد باشه کجا و چطور استفاده کنه، از آیت باقری بلد باشه که این آیت چی بلده، به درد کجا میخوره. احسن. معلومه امید جبلی باید حفظ بشه، باید بیاد از باید ازش اصلا نخودم ما باید بریم دنبالش بگیم بیا اینجا ببینم شما 10 سال برات هزینه شده الان کجا رفتی، باید بیا تو فدراسیون خدمت کنی مثل مربیای فوتبال که کنار کیروش بودن. گفتیم مدیریت استراتژیک و باید این چیدمانو انجام بده. من سوالی که از شما دارم بعد برمیخوام دوستان، میخواستم آخر بیام خدمت شما. خب شما به عنوان بحث فیتنس در کشور جزو پرچم‌دارا بودید، از قبل فدراسیون قبلی دعوت نشدید، در این فدراسیون اول فدراسیون شروع کردید به انتقاد کردن، درسته؟ و منتقد بزرگی هستید و حرف شما رو خیلی افراد دوست قبول دارن و داشتید نکاتی رو میبرید جلو و فدراسیون هم خیلی داشت حرف شما گوش میداد. چی شد اعتراض شما خوابید؟ بله اینو پاسخ بدید. من سراغ فیتنس عرضم به حضور شما که من دوره قبلی هم دعوت شدم، آقای پورعلی فرد خیلی هم به ما احترام گذاشتن، به سر مهیا نبود، نگاه ماتریالیستی رو من اصلا قبول ندارم. من برعکس همه که میگن باید تشییع چیزی برام بمونه، من زیاد به این اعتقادی ندارم. درسته. آرمانگرا هم حالا بعضی وقتا هم اشتباه کردم. در خصوص فدراسیون من همیشه انتقاد کردم، الانم انتقاد میکنم. اون موقع انتقادام عیان بود، الان انتقادام در خفا و مستقیم به خود رئیس فدراسیون، جایی که طرف دیگه آقا به این نتیجه میرسید که بیایم با هم دیگه کار بکنید. یعنی ما الان آقای نصیرزاده تمام شرط و شروطی که ما گذاشتیم رو قبول کرد، الان من باید چیکار کنم دیگه؟ یعنی برم باز باش دعوا کنم بزنمش؟ خب اون بنده خدا گفت آقا شما میخوای کار بکنی بفرما، این مال شما، برو کار کن، انقدر اعتراض نکن، انتقاد داری خودت برو درست کن کار کن، بسر برای شما. وقتی طرف داره میگه آقا شما بیا خودت کار کن، من الان چی بگم؟ باز بگم نه من نمیام، من میخوام با شما دعوا کنم؟ خب این دیگه ما ایران و عراق هم بعد 8 سال با هم آشتی کردن دیگه، یه حقیقتی. خب اوکی، شما قبول کردید. من این سوال از آقای دکتر فوزونخواه بپرسم. آقای فوزونخواه عزیز، در روز مسابقات فیتنس شما تیم اعزامی بودید اسپانیا. بله. دو گروه بردید. من این سوال دوستان انجام. دو گروه، یه گروه که ورزشکار رو خوش بودن، یه گروه هم کنار اینها رفتند. بله. درسته؟ میپذیرید قضیه رو دیگه. خیلی از دوستان رفتن. حضور شما و آقای امیری، ناصر امیری، آقای هاشمی، دکتر هاشمی، همه با هم، یعنی میخوام این آقای امیری اونجا مربی بوده، داور بوده،
کوچ بوده، مترجم بوده، چی کار میکرد آقای نوکامل؟ یعنی شرکت کننده فیتنس چالش بودن. ناصر امیری. بله، ششم شدن و عرضم به حضور شما که قرار بود پیشکسوتان شرکت کنند، بعد چون ما مستر نداشتیم در فیتنس چالش، ایشون اومدن و نفر ششم شدن. آقای صادق هاشمی هم نمیخواستن بیان، بعداً به خاطر اینکه ارتباطی قرار بود با آقای رافائل گرفته بشه در خصوص آکادمی و ایشون به عنوان دبیر، یعنی کرسی جهانی گرفتن، دبیر فیتنس چالش انتخاب شدن جهانی، اومدن. اون گروه هایی که شما میگی ما کلا 21 نفر اعزام داشتیم از 43 نفر. ما 21 نفر اعزام داشتیم. حالا انشالله توی برنامه دیگه در خصوص هزینه ها من شفاف سازی میکنم، بهتون میگم ریز به ریز. و حالا بچه ها همه دیگه خارج رفته و مسافر رفتن، اصلا شما یه آب معدنی اونجا میخوری 3 یورو. خب میخوام ببینم شما دارین میگید حضور شما اوکی، آقای دکتر، آقای دکتر هاشمی اوکی، آیا آقای ناصر امیری که خودش متولی فیتنس میدونه میگه من انقدر فعالیت کردم نمیتونست این مسابقات دیرتر بره، مسابقات فیتنس کشور رسیدگی کنه و آقای امیر زندی کشید کنار؟ من اتفاقا با آقای زندی نیومد. آقای زندی الان خوشبختانه دوباره برگشتن به فیتنس. خب آقای ناصر امیری، من شخصا توی اون جلسه آخر عرض کردم خدمتشون، گفتم مسابقات فیتنس چالش رو عقب بندازین، اما چون برای گرفتن ویزای مسابقات جهانی اسپانیا زمان نبود، ما مجبور شدیم مسابقات رو تو اون زمان برگزار کنیم، چون آقای زندی بودن. آقای زندی اون مقطع که رفتن هم حالا اون مسئله که وجود اومده من درش دخالت نمی‌کنم. متشکر جناب آقای دکتر دستبان. حالا در این قسمت پایانی برنامه نزدیک میشیم، آینده داوری چی میخواد بشه و چه تصمیماتی داره گرفته میشه در ارتباط با داوری مسابقاتی که ما پیش رو داریم؟ آیا دوباره این اشتباهات میخواد تکرار بشه؟ آیا همون کمیسیون داوری سر جای خودش خواهد بود؟ آیا این پنل ضعیف دوباره خواهیم داشت؟ اینو ممنون میشم به دوستان توضیح بدید. خواهش میکنم. عرض به خدمتتون، با وجود تمام احترامی که من برای در واقع دوستان قائل هستم، من معنی پنل ضعیف رو واقعا نمیدونم. پنل ضعیف یعنی پنل ضعیف، پنلی که وقتی قهرمانان جهانی جنگ ستارگان مثل المپیای ایرانی روش ایستادن، خیلیشون اونها رو نمیشناسند، این میشه پنل ضعیف. پنل ضعیف یعنی پنلی که افرادی که در حکومت آقای دکتر دستبان، شما در 10 سال گذشته میدونید، هم من هم شما، همه کشور، جای جای کشور ما رفتیم برای آموزش داوری، کلاس های داوری درجه 3-2-1 بین المللی، بحث آناتومی و حرکت شناسیش با من بوده، بحث های عملی و بحث های تخصصی با شما بوده. قضیه اتفاق افتاده، خیلی از داوران ما داشتیم، یه سری داورهای اومدن نشستند که این داورها در حد حومه و توابه و غیره بودن. آقای دار وقت ببین، ما از اون نمیم به ورزشکار بگیم چرا شما شرکت نمی کنی، شرکت نکن. ما بیم بگیم آقای داور، شما یا فلان ورزشکار در حد آقای ارزشمند یا هستید که دارید داوری در حق ایشون میکنید. شما نگاه کنید، گفتید که دوستان گفتن که این همه داور روز در فروردین ماه که آقای پاول و رافائل اومدن کشور و همه میگن آدمای، حالا نمیخوام قضاوت کنم راجع بهشون، قرار شد یک آزمون داوری گرفته بشه، شما در جریان هستید، یه امتحانی گرفته بشه، نه امتحانی گرفته شد نه چیزی، یهو دیدیم هفته بعدش گفتن 30 تا داور بین المللی معرفی شد. ارتقای گرفتم. من برای من که مدرس داوری بودم حرفی نداشتم بزنم. جای تاسف. یهو تو یه هفته، خودتون میدونید ما با سازمان بازرسی کل کشور در فدراسیون مستقر شده بودیم. مستقر شد. سوالی که جوابشو میدونی چرا میپرسی؟ نه. حالا شما هممون جوابشو میدونید. من بینندگان، من بینندگان، شما نمیگی، میخوای از دهن ایشون بشنوی. ایشون نمیتونه بگه، منم نمیتونم بگم، این آقام نمیگه. این آقام نمیگه. پس چرا میپرسی؟ ببین من بگم. شما نباید بگی. اصلا هر چیزی همه چیزو هم که نباید بگیم آقا آید. ببین من چیزی به شما، من یه چیزی به شما بگم، من یه معذرت میخوام از شما. من یه کتابی خوندم، عذرخواهی میکنم. ببین رک بودن آقا آید، معذرت میخوام، بعضی از دوستان فکر میکنن بیشور بودن رک بودنه، بعضی ها همه حرفی ها همه جا میزنن. من میخوام خواهش کنم، اجازه بدین آقا آید، من خواهش میکنم. ببینید قرار نیست ما اینجا اومدیم جلوی این دوربین دیگه هر چیزی رو بگیم. یه سری چیزا خانواده، ما یه خانواده ایم. نه نه نه، اگه یه زن و شوهری امروز با هم قیاس مال فارغه، من اصلا قبول ندارم امروز با هم زندگی کردن، فردا از هم جدا شدن، من نباید بیام اسرار فدراسیون رو بگم، اسرار آدما رو بگم. ما برای همدیگه، برای این خانواده پرورش اندام هم، آقا خیلی از مخاطبای ما غیر از این ورزشن میان میبینن، فردا داریم مسخره خاصه ها میشیم. سوالی که هممون جوابش رو میدونیم، اصلا به نظر من اشتباه این سوال. من وقتی افراد فیک رو تایید کردم، فردا نباید بگم که چرا اون آقا بد کار کرده. مشکل از ماهاست، مشکل از ما قهرماناست.
ما سکوت کردیم کار به اینجا رسیده. سکوت نکنید. برید برای خودتون انجمن قهرمانان تشکیل بدید، بیاید اینجا مدعی باشید. چجوری فدراسیون؟ آقا فدراسیون درش روی همه بازه. آقای نصیرزادم اتفاقا برخلاف اونی که من تصور میکردم یه آدمی هست که وقتی میری باش مکالمه میکنی، باش صحبت میکنی، میتونی راحت توجیهش کنی. و اون ایشون هم میگه اینجا جا زیاده، هم بیاد کار کنی. انتقاد پذیره آقای نصیرزاده. کاملا میپذیره. یه لحظه اجازه بدید. همه قهرمانا در حال حاضر میدونن که آقای رافائل و کل سازمانشون باطل شده هست. همه قهرمانا میدونن. من میدونم، همه میدونن. آقا چه باطل شده؟ برای اینکه تمام قهرمانا هدفشون ام پی سی و مسئول المپیاد. آقا این کی میگه؟ این آماتوری. آقا شما کمپانیه، شما نمیتونی بگی باطل شده. اون داره رقابت میکنه. چرا قهرمانی که مثل آقای باتپی و دیگر بچهای ما اوورال شدن رفتن تو ام پی سی دارن رقابت میکنن؟ باشه، چرا ادامه نمیدن تو آی اف؟ ببخشید، دبلیو بی پی اف داره کار میکنه، دبلیو اف اف داره کار میکنه، نبا داره کار میکنه. شما یه لحظه توقف کنید. اون درسته اینا بعدا. ما به خاطر وقت برنامه محدوده از آقای دکتر دستبان عزیز خدافظی میکنیم به این سکشن. آقای قدیریان عزیز رو دعوت میکنیم به سکشن تا بتونیم برنامه رو داشته باشیم و ادامه‌اش رو با هم داشته باشیم. جناب آقای دکتر دستبان عزیز، جمله پایانی شما. البته خب من صحبتم واقعا ناقص موند. ببینید، عرض به خدمتتون که بحث داوری بحث کاملا تخصصیه، همونطوری که یه قهرمان در اصطلاح اون فوت و فن در واقع قهرمانیش رو در واقع داره تو بحث داوری. با توجه به اینکه ما در اصطلاح هر سال که شما در واقع بررسی میکنید، اصطلاحاً اصول و مبانی و در واقع مقررات یه مقداری در واقع چیه، دوچار تغییر و تحول میشه، چه تو بحث قد و وزن، چه تو بحث در واقع معیارهایی که وجود داره. اینی که بگم با توجه به تمام احترامی که بنده قائل هستم، آقای استاد اسدی عزیز، باور بفرمایید که هیچ در واقع توانی وجود نداشت. اعضای محترم کمیته فنی پشت نشسته بودند، داورها رأیشون رو میدادن. خود جناب عالی میدونید بنده الان چند سالی هست که اصلا تو پنل نمیشینم و در واقع چیکار میکنم؟ ایستاده وام میستم، رأی ها رو جمع میکنم. به همه داورامون مثل شما همچین شخصیتی داشته باشن، همچین بزرگواری داشته باشن، همچین عادلانه رأی بدن. شما هست یه مقدار، یه دوستان دیگه، دوستان داور هستن که ایشون اینا همشون با شما صاحب شدن رأیشون، که رأی اصولیه، رأی واقعیه، رأی واقع گرایی. ولی خب یه سری هستن که واقعا تحت تاثیر اس قرار میگیرن. من اگه داور درجه 3 ام که تالو تو حوض طبق فرمایش آقای دکتر تالو تو توابع تهران 3 تا میز داوری به من دادن، یه دفعه میام میشینم تو داوری کشوری داوری میکنم، جمعیت رو میبینم، قهرمان رو میبینم، میام تو توابع مثلا تو 70 تا بدن یه بدن میبینم، ولی میام تو استیج کشوری به این وسعت میام تو هر وضعی 10 تا قهرمان جهان آسیا کشور میبینم. خب من سرم گیج میره، نمیتونم رأی بدم. مجبور معلومه چیدمان ضعیف بوده. نمیدونم آقای دکتر هم منظور چیدمان داوری ضعیف بوده. ما نگیم داوریمون ضعیفه. خدمت شما من توضیح بدم. ببینید تو داوری در واقع انتخابی تیم ملی 9 تا داور رأی مستقیم میدادن، سرداور هدایت میکرد، اصطلاحا منشی سرداور هم چیه؟ رأی‌ها رو اصطلاحا تجمیع میکرد. بله. ببین چون کار واقعا تخصصیه، این نیست که شما مثلا فکر کنید که یه داور بعد معمولا بالاترین و پایینترین رأی تو سیستم مثلا کنار زده میشه. خب پس چرا رأی همه خط خطی شده بود که آقای لکم جلو دوربین عمان کنامند خدا شفاف سازی کردن؟ چرا رأی همه چند دفعه دست خورده شد؟ شفاف سازی بود؟ رأی چند دفعه دست خورده قلم خوردگی شده؟ جابجا شده؟ ببینید رأی داورا کاملا محرمانه است. وقتی کسی میاد این رأی رو در واقع به معرض تماشا میذاره، خب نشون میده که تو اون زمینه واقعا تخصص نداره یا اصلا ناآگاهه. و به تمامی رأی‌ها اصلا باید محفوظ باشه، باید سیکرت باشه. ولی خب سیکرت خطی که الان میگید شما مثلا وجود داشته، یه داوری بوده در واقع چیکار کرده؟ اصلاح کرده، پشت برگشت چی اصلاح شد. حالا اون داور به خاطر چی؟ بی تجربگی بوده. چون اصلا داور نباید در واقع چیه؟ خب اون داوری پیج بزنه، این تجربه نه تو این چیدمان پنل داوری میشه استفاده بعد میشه. همون داوری رأی همون داوری فرمایشی شما بگم، این دکتر من بگم آقا ببخشید آقا فوزونگا، اگر شما همین داوری که میگن شما ناآگاهی داشته، همین داوری یه رأی اول دومی رو بده ششمی رأی میشنه، نفر اول میشه چهارم پنجم. همین داوری اشتباه واسه شما میشه. یکی از مشکلاتم تو این مسابقات خلل سرداور با تجربه. آفرین. ببین یه مارشال هم تو میدونید که اصلا سرداوره که میچینه ششم کیه، پنجم کیه، چهارم کیه، داور رو نگاه میکنه. هممون میدونیم اینو. من 3 تا فدراسیون مسابقه دادم، همیشه همون اول معلوم بود که ششمه، کی پنجمه، کی سرداور میآورد،
خودش میخورد کی بیاد کی وسط وایسی کنار وایسی داوران به این نگاه میکردن که اون سردابه با تجربه است دیگه، اون که دیگه نمیتونی بگی پاول اشتباه میکنه که بله. خب این خلأ این سردابره شاید این سردابه رو نگه دارید. ما این بخش به انتهاش رسیدیم و برای پارت دوم بعد از گانتاراکی پارت دوم برمیگردیم. جناب دکتر استوان، نظر شما راجع به آقای بتالله عباس پور در یک جمله؟ روحشون شاد واقعا، یک قهرمان به تمام معنا، چه تو اخلاق و چه از نظر در واقع بدنی، واقعا یک شخص وارسته بودن. روحشون شاد، برای شادی روحشون صلوات. الله اللهم صل علی محمد. و نظرتون راجع به برنامه استاد فیت؟ بله، برنامه بسیار خوب، برنامه چالشی، ولی خب یه خواهشی که دارم در واقع اون دوستانی که قرار در رابطه باشون صحبتی بشه، خودشون اگر حضورن در واقع حضور داشته باشن خیلی بهتره. همونطور که در واقع دوست عزیزمون گفتن آقای فزونخوا، ببینید همه انسان‌ها جایز الخطا هستن. بنده به عنوان یک منتقد، بنده در واقع چی؟ اگر نظر سازنده اگر داشته باشم پیشنهاد میدم، بنده یه انتقادی میکنم در کنارش یک در واقع چی؟ یک پیشنهاد. ولی اگه به عنوان یک غرض اگر بخواد باشه نه. همونطور که در واقع ایشون گفتن، به تمامی منتقدین بنده این پیشنهاد رو میکنم، تمامی منتقدین در واقع منتقدین اگر بحث در واقع سازندگی رو در واقع در پیش دارن به فدراسیون مراجعه بکنن و آقای نصیرزاده قطع یقین با آغوش باز از اینا متشکرم از شما. شکرم به دوستان عزیز. در پارت دوم خدمت شما خواهیم بود. فعلا